با سلام خدمت دوستان عزیز و تشکر و سپاس از دوستان عزیزم در سدانه که لطف میکنن و حمایت میکنن این سری گفتگوها در باب رواداری رو. تا حالا 2 جلسه از این سری گفتگوها در باب رواداری برگزار شده که گفتگوی اول با سمیرا رحیمی در باب رواداری و هنر و تأثیر اون در دیزاین بوده و بخش دوم با مسعود زنجانی عزیز در باب رواداری و تأثیر اون تعریف اون تأثیر اون در رفتار فردی و جامعه و نوع برخورد اون در تاریخ. آیا رواداری چیز کهنی است یا رواداری امری است مدرن؟ تعریف رواداری، اینها رو در گفتگوی قبلی هفته پیش من با مسعود زنجانی عزیز میتونید ببینید در سری گفتگوهای قبلی من، ولی گفتگوی امروز من با مسعود زنجانی در باب مرزهای رواداری است. اینکه ما تا کجا می توانیم روادار باشیم، چگونه می توانیم روادار باشیم و حد و حدود این رواداری تا چه حد به لحاظ فردی و با چگونه فرد افرادی و چگونه اندیشه هایی می توانیم روادار باشیم. سلام. سلام، خوب هستی علیرضا جان؟ اول خیلی ازت ممنون هستم که دوباره یه فرصتی دادی که بحث هفته پیشمون در مورد رواداری رو که تو 1 ساعت جمع نشد رو با هم ادامه بدیم. خیلی ممنون هستم ازت و همینطور خیلی ممنون هستم از بچه های سدانت که این فرصت رو فراهم کردن. هفته پیش تو یه جمله خیلی جذابی رو به من گفتی که من واقعا کل این هفته داشتم بهش فکر میکردم. گفتی که اگر که بخوایم با دیگری روادار باشیم، باید یک مقداری از درون با خودمون سختگیر باشیم. دقیقاً. و خیلی خیلی به نظرم این جمله جذاب بود. و اگر که در ادامه گفتگومون یک تعریفی از رواداری رو بگی به صورت خلاصه که دوستانی که هفته پیش نشدن گفتگومون رو اینو بشنوم و وارد گفتگومون در مورد مرزهای رواداری بشیم که خیلی ازت ممنون هستم. مرسی، منم به شما و همه دوستانی که همراهی میکنن این گفتگو رو عرض سلام و شب خوش دارم و همینطور به دوستان صدانت که مقدمات و مقومات این گفتگوها رو به نحو احسن فراهم میکنن. درباره رواداری البته امشب هم من میدونم نمیشه به تمام مباحث و به تمام پرسش هایی که مطرح هست بپردازیم. خوشبختانه این گفتگوها ادامه داره، دوستان دیگه میان و حتما از طریق اونها به این مفهوم به نحو شایسته تری پرداخته خواهد شد. اما با اون اشاره خوبی که کردی، بذار من به طور خاص هم یک تشکر از خودت داشته باشم. من در نشست ها، درس گفتار ها و کارگاه های مختلف معمولا به مفهوم رواداری می پرداختم، ولی هیچ موقع این مسئله برای من تبدیل به یه تصمیم نشده بود که به طور متمرکز موضوع و عنوان یکی از این دوره ها و برنامه ها رو رواداری قرار بدم. و الان به ویژه با بازخوردی که در این هفته بوده، آفرین بر تو میگم که چنین موضوع ضروری و مفیدی رو انتخاب کردی. و باز هم این اشاره خیلی نیکویی که به هفته مباحث هفته قبل داشتی. بذار برای دوستانی که این نشست به ما ملحق شدن و همینطور دوستانی که نشست قبل رو دنبال کردن، من به یک طریق دیگه و از یک منظر دیگه به مفهوم رواداری بپردازم. اونجا ما به طور خلاصه روشنگری در رابطه با مفهوم رواداری و معادل اون در انگلیسی تولرنس یا در فرانسوی تولرانس کردیم و حتی تفاوت گذاری کردیم میان اون اینها و تولریشن. خلاصه کلام این بود که ما مفهوم عامی رو میتونیم داشته باشیم به نام
دیگر پذیری. اما این میتونه خودش مراتبی داشته باشه. ما وقتی میگیم رواداری، فقط منظورمون دیگر پذیری نیست، بلکه شکل خاصی از دیگر پذیری و بلکه ارجمندترین شکلش. پایین ترین شکل تحمله، کمی بالاتر از اون میتونه مدارا باشه که این خوب معادل تولریشن باشه، و اون شکل ارجمندش که دیگر پذیری تبدیل میشه به دیگر دوستی، اون میشه رواداری. و ما داریم از تولرانس به مثابه دیگر دوستی صحبت میکنیم. و حتی این رو گفتیم، کسی مثل گوته میگه اگر تولرانس به معنای تحمل باشه، و حتی میتونیم بگیم مدارا، این توهین‌آمیزه. تولرانس فقط وقتی تولرانس حقیقتن، که باز میتونیم با گوته بگیم ما دیگری رو در آغوش بکشیم. نشانه یک فرهنگ بزرگ در آغوش کشیدن فرهنگ های دیگه است، نه تقابل و تعارض با اونها. خب حالا بحثی که برای این نشست من مطرح کردم، باز یه تعبیر دیگری از رواداری رو مفروض میخوام قرار بدم یا پیشنهاد بدم، که با اون اشارهی که شما کردیم خیلی فکر میکنم همخوانی داره. رواداری یعنی هنر برحق نبودن، هنر حق به جانب نبودن. خب از کلمه حق، و بعد حالا من میخوام اینو، حق اولی که گفتم به خیلی معنی جمله بزرگیه مسعود، یعنی اصلا یه چیز عجیبیه این. دقیقاً بذارید من سعی کردم که با یک زبان ساده اینو مطرح بکنم، ولی الان میخوام تبیین فلسفیش رو بگم. البته اون رو هم سعی میکنم با یک زبان فنی و دشواریاب نباشه. رواداری هنر حق به جانب نبودنه، و حتی به یک معنا هنر برحق نبودنه، به یک معنا هنر شکست خوردنه، اما با توضیحی که خواهم داد. ببینید، ما برای حق و حقیقت یک ارزش خیلی والای قائل هستیم. حق طلبی و حقیقت جویی، آنچنان که میگیم ما باید حقیقت رو فاش کنیم، ما باید حقیقت رو بگیم. حالا اگر آسمان به زمین آمد و زمین به آسمان رفت، هر چه خواهد شد، حقیقت ما رو رستگار میکنه. این آموزه در رواداری اعتبار نسبی خودش رو از دست میده و حتی به ابعاد خطرناکش اشاره میشه. این حق طلبی و حقیقت طلبی، و این پرسش مهم مطرح میشه. ما قبل از اینکه این پرسش رو مطرح بکنیم که رواداری یک ارزش نسبی یا مطلقه، که کمی دیرتر به اون حتما خواهیم پرداخت، من ابتدا میخوام اینو مطرح بکنم که آیا حق طلبی و حقیقت جویی یک ارزش نسبیه یا یک ارزش مطلقه. پرسش، یک پرسش مسیحایی، ساختارش مسیحاییه. مگه مسیح به اون روحانیون یهودی و فریسی نمیگفت دین برای انسان است نه انسان برای دین؟ وقتی که اون قانون کار کردن در روز شنبه رو تخلف کرد ازش. حالا ما باید مسیحاگونه این پرسش رو درباره دین بپرسیم، و گفتم بعدتر درباره رواداری هم میپرسیم، درباره حقیقت بپرسیم. حقیقت برای انسانه یا انسان برای حقیقت؟ خب من بحث اصلی ما و موضوع اصلی ما رواداریه نه حقیقت. فقط میخوام بگم ما فقط وقتی میتونیم روادار باشیم که بگیم حقیقت رو برای انسان میخوام، نه انسان رو برای حقیقت. این میتونه خیلی سوء تعبیر بشه، این میتونه خیلی سوء فهم ازش اتفاق بیفته. آیا اینجا داره ترویج جهل و نادانی و جنون و خرافات انجام میشه؟ آیا این به خورند و پسند اقتدارگرایان نمیفته که حق ما رو تضییع بکنن و بگن حق ارزشی نداره؟
خب حالا میخوام همین اشکال مقدر رو، همین اشکالی که میدونم تو ذهن بسیاری مطرح شده رو پاسخ بدم. ببینید، اولا که ما درک‌های مختلفی از حقیقت داریم، ولی با اون درک رایجی از حقیقت که یعنی ما اعتقاداتی داشته باشیم که مطابق بر واقع باشه، اگر این رو حقیقت بدونیم، اون وقتی که میگیم اصلا باید درباره امکانش سوال کرد. آیا اصلا آدمی میتونه تصوری، تصویری، اندیشه‌ای، سخنی داشته باشه که کاملا مطابق با واقعیت باشه؟ این یک پرسش. و دوم، خود پرسش، ما اون واقعیت رو با چه معیاری باید احراز بکنیم که حالا مطابقت اندیشمون با اون واقعیت رو بخوایم نسبت بهش یقین و قطع پیدا کنیم؟ همه اینها به لحاظ فلسفی مورد پرسشه. ببینید، این جمله نیچه خیلی نقل قول شده، بذارید من هم اینو دوباره نقل قول کنم. هیچ فکتی وجود نداره، فقط تفاسیر ما از فکت ها وجود داره. یا در جایی میگه هیچ فکت اخلاقی وجود نداره، فقط تعبیر، تفسیر ما از فکت ها وجود داره. این مسئله اینه که حتی اگر حقیقت طلبی ارزش هم باشه، ببینید، و مطلوب هم باشه، امکانش نیست که یک کسی بتونه تماماً بر حق باشه، یک کسی بتونه شاهد حقیقت رو در آغوش بگیره. نه، ما همیشه در افسون اون باید چی باشیم؟ شناور باشیم. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. بذارید اینجا از یک روشنگر بزرگ قرن 18 در آلمان که خیلی به مسئله رواداری کمک کرده مثال بیارم و حتی داستانی رو تعریف بکنم، از لسینگ که از معاصرین و از دوستان کانت بوده. داستانی داره به نام ناتان خردمند که حالا اون داستان یه پیش درآمدی داره، مقدماتی داره، من اون رو بیان نمی کنم. فقط این شخصیت ناتان خردمند که حالا مورد مهر پادشاه صلاح الدین قرار میگیره، مورد این سوال هم قرار میگیره که تو بگو کدوم یکی از ادیان بر حقیقتن. از ادیان ابراهیمی هم مثال میاره، آیا یهودیت، آیا مسیحیت و آیا اسلام. و این ناتان خردمند داستانی رو از دکامرون بوکاچیو اقتباس میکنه، ولی چقدر درخشان، و اون وقت تحت تأثیر قرار میده صلاح الدین رو، از اینکه صلاح الدین بخواد به شکل یک جانبه یکی از این سه دین رو برحق بدونه و نارواداری شکل بگیره، خشونت مذهبی شکل بگیره. داستانی که تعریف میکنه از پدر یک خاندان بزرگ با نفوذی است که نسل در نسل پسران خودشون رو انتخاب میکردن برای جانشینی، ولی این پدر به سه پسر خودش آنچنان عشق میورزه که نمیخواد تبعیض قائل بشه. انگشتری که نگین قیمتی داره رو، جواهر قیمتی داره رو، باید به یکی از پسران بده، ولی این از یک طلاساز قهار میخواد که آنچنان دوتا بدل از این بسازه، یعنی دوتا انگشتر دیگر که هیچ کس باز نشناسه، و اون طلاساز میگه من چنان ساختم که خودم هم زین پس نمیتونم تشخیص بدم، و این رو به این سه میده. این سه پسر ابتدا برای اینکه کدوم انگشتر حقیقی رو دارند با هم به منازعه میپردازند. قرار بوده که اینها جانشین پدر بشن که با مهر و خرد حکمرانند، ولی این پروسه تربیتی رو باید طی کنند. این دوره جنینی که تعصب و خون‌آشامی است به قول مولانا باید طی کنند تا بعد انگار به سطوح میان. من در نشست قبل گفتم میتونیم بگیم که رواداری نه نتیجه ارزش‌های و فضائل آدمی بوده که بخواد سینه ستبر کنه و بگه که اینها دستاوردها و شایستگی‌های منه. اونقدر خشونت، اونقدر بهیمیت بوده که انگار آدمی مجبور شده که یک لگامی بزنه و خشونت رو یکم به عقب برانه.
حالا این ستا هم همینطور میشه و بعد میرن پیش یک قاضی و اون قاضی خردمند برای اونها باز تعریف میکنه که انگیزه و نیت پدر شما این بوده که شما بدونید که این یک نمادی بوده، اصل اینه که بر وفق مهر و مدارا تمشیت کنید اون جامعه تحت نفوذ خودتون رو، نه اینکه با هم دیگه ستیز کنید. و او میخواسته به یک معنا هر سه شما رو برحق بدونه. و بعد از این داستان هستش که اونها هم با یکدیگر و هم با تابعین خودشون روادارانه عمل میکنن. حالا ببینید این لسینگ جمله مهمی داره که میتونیم بگیم تمام این داستان رو میتونیم در این جمله خلاصه کنیم و اون سخن اول من، رواداری هنر حق به جانب نبودن و حتی به یه معنا حق نداشتنه. با این جمله من تمام اون سوء تعبیرها رو هم میخوام چیکار کنم؟ بهش یک پاسخ کوتاه بدم. لسین میگه اگر من در پیشگاه خداوند باشم و خداوند به من بگه در دست راست تو، در دست راست من تمام حقیقته و در دست چپ من جستجوی حقیقته، ای لسینگ تو کدوم رو انتخاب میکنی؟ لسینگ میگه من دست چپ رو انتخاب میکنم. این خیلی مهمه. چرا؟ چرا دست تمام حقیقت رو نداشته باشی؟ لسینگ جوابش رو میده. اون برای توست باری تعالی. من آدمی هستم. تمام حقیقت رو داشتن نه تنها ممکن نیست که پیشتر گفتم، حالا دلایلش رو اگر فرصت باشه میشه پرداخت، که هرگز نمیشه ما حقیقت رو به طور کامل مطلق نهایی و قایی داشته باشیم. حالا با این داستانی که از لسینگ نقل کردم میخوام بگم اصلا مطلوب نیست. حقیقت مطلق موجب میشه ما نسبت به دیگران ناروادار باشیم. مثل همون داستان، ما باید حقیقت رو در میان همه انسان‌ها منتشر بدونیم، نه فقط برای خودمون بدونیم. حالا بذارید برگردم به جامعه خودمون و به ادبیاتی که در باب رواداری داشتیم، به ویژه در این 3 دهه اخیر که روشن فکران دینی و سکولار به اون پرداختن. یکی از نواندیشان دینی که سهم به سزایی داره و باید از او قدردانی بشه درباره طرح مسئله مدارا و رواداری، نکته ای رو گفته که الان میخوام بهش انتقادی برخورد کنم. شاید 3 دهه پیش ما هنوز اونقدر در این زمینه سطح گفتگومون بالا نرفته بود و در اون زمان خوب بود. در جایی میگه رواداری فقط باید به افراد تعلق بگیره، به صاحبان عقاید و اندیشه تعلق بگیره، نه به خود اندیشه ها، نه به خود اعتقادها. این حرفم باز میشه تعابیر مختلفی ازش کرد. یک تعبیری که شاید بشه تعبیر مثبتی باشه و کنارش وارد نبود، من اینو ببخشید توضیح بدم که اینجا الان ما داریم وارد مرزهای رواداری میشیم که در واقع به چه کسی باید رواداری کرد، به فکر باید رواداری کرد، به افراد، به عقاید، مرز رواداری کجاست. دقیقا الان این الان بحثی هست که الان میخوایم واردش بشیم. ایشون میگه رواداری یا به تعبیری که اونجا اومده مدارا، صاحبان عقیده یعنی خود انسانها رو در بر میگیره، نه اندیشه ها رو. اینو گفتم دو تعبیر میشه کرد. نخست تعبیر مثبتش اینه، درست بگیم صحبت آقای دکتر سروش هست دیگه. مرسی. آره حالا چون من میخوام بس اگر جنبه در اون کتابه تو کنم مدارا و مدیریت آقای دکتر سروش، یعنی بس اگر جنبه در باب عقاید ما باید صحبت بکنیم، نه در مورد عقاید ما میتونیم آزادانه نقد کنیم و بیرحمانه نقد کنیم عقاید رو، ولی در مورد افراد ما باید مدارا باید داشته باشیم. دقیقا، چون بحث اگر میخواد جنبه انتقادی پیدا کنه باید یک فرصت شایسته براش بذاریم. من حالا سعی کردم که بدون ارجاع به اون مقاله و به نگارنده ایده رو مطرح کنم و اولم ازش دفاع کنم. ببینید اونجا
ایده کارپوپر رو ما میتونیم داشته باشیم که میگه رادیکالیسم در مقام نظر مانع رادیکالیسم در مقام عمله. یعنی چی؟ من گفتم میخوام بیانم بیان دشواریابی نباشه. یعنی اگر ما اندیشه ها رو به جنگ هم ببریم، به تضارب هم ببریم و خشونت داشته باشیم در ساحت نظر، به تعبیر رایج اگر ما اندیشه ها رو بیرحمانه نقد کنیم، در مقام عمل ما دچار رادیکالیسم یعنی افراطگرایی یعنی خشونت ورزی و نارواداری نمیشیم. این رو میتونیم تعبیر مثبت این داشته باشیم. اما یه تعبیر دیگری که میشه برای اون داشت اینه که انگار در این سخن پیشفرضش اینه که ما میتونیم از یک چشمانداز و موضع حق اندیشه های دیگر رو تخطئه کنیم و بگیم اینها باطل هستن. من میخوام بگم اون سخن اولم، هنر حق به جانب نبودن و حتی هنر بر حق نبودن، همینه. نه خیر، وقتی که شما خودت رو و اندیشه خودت رو بر حق ببینی و اندیشه دیگری رو باطل بدونی، این آغاز نارواداریه، این آغاز خشونته. تو باید توانایی اینو داشته باشی که همزمان نشسته قبل گفتی هم خودت رو و هم دیگری رو بر حق بدونی. شاید بگید این اصلا ناشدنیه. اصلا میتونیم بگیم حالا من اگر این جلسه فرصت باشه میخوام در رابطه با نسبت هنر و رواداری صحبت کنم. یک هنر واقعی همیشه ویژگیش این تضاده، این تضاد ارجمند. اسکار وایلد میگه در هنر هر چیزی که حقیقته متضادش هم حقیقته. ببینی این معناش اینه، انسانی که نتونه خودش رو نقض کنه ضرورتا دیگری رو نقض میکنه. من هر اندیشهی داشته باشم، هر چقدر هم اون رو بر حق میدونم، باید توانایی اینو داشته باشم که همزمان اندیشه مخالف دیگری رو هم تصور کنم، ولو به طور نسبی، ولو به طور فرضی، و اون رو هم براش اعتبار نسبی قائل بشم و اون رو هم حق بدونم. اون جایی که فکر میکنم من یک جانبه و یک طرفه بر حقم و دیگه دیگری رو براش حقانیتی قائل نمیشم، برای اندیشش حقانیتی قائل نمیشم، اینجا میتونیم بگیم نارواداری شروع شده. به خاطر اینه که نیچه میگه نشانه یک روح بزرگ توانایی تحمل متضاد هاست. اینو باید درست بفهمیم. این به معنای بیدر و پیکری فکری نیست، این به معنای شلختگی نیست، این به این معنا نیست که من افکاری را در یک گوشه سرم و ذهنم و جانم دارم و در یک گوشه دیگه هم یه چیزی رو دارم بیخبر از اون و دنیای افکار من دوچار یک تعارض و یک تشتت ناموجهه. نه، این یعنی اصلا به مرحله اندیشه نرسیدن. اون چیزی که من میگم اوج اندیشه است. تو اندیشه از خودت داری، انسان روادار اندیشه از خودش داره و از قضا هیچ هم بی استخوان نیست اندیشش، هیچ هم لزج نیست. اینگونه نیست که بگه پس همه به یک میزان برحق هست. نه، حالا خواهم گفت از قضا میتونه قضاوت کنه. این بدفهمی از رواداریه که انسان روادار میتونه بگه که همه چیز اوکی، همه چیز درسته، به همه چیز احترام میذاره. از قضا در مرزهای رواداری خواهم گفت جمله درخشان مولیر، کسی که به همه چیز احترام میگذاره به هیچ چیز احترام نمیگذاره. نه، یک انسان روادار میتونه قضاوت بکنه، ولی قضاوتاش چیه؟ انعطاف پذیره. قضاوتاش انتقاد پذیره. قضاوتاش هیچ وقت مطلقگرا نیست. همون لسینگ که مثال زدم، وقتی که کتابی می نویسه اولش چی مرقوم میکنه؟
میگه اینها رو نه به مثابه حقیقت، دوستان من اینها رو نه به مثابه حقیقت، به مثابه آخرین اشتباهات من بخونید. ببینید چقدر این جمله مهمه، اینها رو به مثابه آخرین اشتباهات من بخونید. پیشفرضش چیه؟ هیچ وقت من به طور کامل و به طور مطلق بر حق نیستم و همیشه حقیقت آغشته به اشتباه هست. اما وقتی اسمشو میذارم حقیقت، این خیلی میتونه از یک گذر روانشناختی نارواداری رو موجب بشه. ولی وقتی فروتنانه با نظر به اون که رگه هایی از اشتباه هم حداقل داره، که تاریخ نشون میده خیلی بیش از این هاست، اون جایی که ما فکر کردیم که کامل و مطلق و نهایی برحقیم، بعدن نشون داده که تا گردن تو اشتباه بودیم. ببینید باید به تاریخ نگاه کنیم. دقیقا اصلا پیشفرض رواداری اینه که هیچ چیز رو بدیهی ندونیم. ببینید اصلا میتونیم بگیم مرز کجا نارواداری شروع میشه؟ از اونجا که تو گفتی یک چیزی بدیهیه. اینم مثل همونه که یه چیزی رو بگی چیه؟ کاملا برحقه. اگر گفتیم فلسفه توان علیه خود فکر کردنه، یعنی هیچ چیزی رو بدیهی نشمرد. ببینید ما همیشه پیشفرض داریم، ما همیشه پیشداوری داریم. فرق انسان روادار و ناروادار چی؟ برای اینکه بتونیم بحثمون رو تا اینجا جمع‌بندی کنیم، گفتیم رواداری هنر حق به جانب نبودنه. برای اینکه حق به جانب نباشیم، باید بتونیم علیه خودمون فکر کنیم. این خیلی مهمه. انسانی که نتونه علیه خودش فکر کنه همونه. انسانی که نمیتونه خودش رو نقض کنه، ناروادار خواهد شد و دیگری رو نقض خواهد کرد. حالا باید علیه خودمون فکر کنیم، یعنی علیه اون چیزهایی که کاملا بدیهی میدونیم و به هیچ وجه بهش شک و تردید روا نمیداریم. به من اجازه بدید بگم باید به دو تا چهار تام تردید کنیم. این از استواری ماست، این نه از چنان که گفتم سست اندیشگی ماست. اون چیزی که حالا در مثال نمیخوام مناقشه کنم، اون چیزی که برای ما دیگه حقانیت مطلق داره، به مرز بداهت رسید، اون رو باید به پرسش و چالش بکشیم. یعنی چی؟ یعنی توان خود انتقادی. فرهنگ ما به توان خود انتقادی نیاز داره. چون برخی از پرسش ها ناظر به فرهنگ خودمون بود، بذارید من این خود انتقادی رو دوباره روش تأکید کنم به یک بیان دیگر. ببینید ما میگیم این مثل گفته شده و البته هم در جای خودش نقد شده، ولی بذارید منم از زاویه خودم نقدش کنم. هنر نزد ایرانیان است و بس. خب فکر میکنم الان تردیدی نداریم که این جمله جمله ناروادارانه ایه. این جمله با تعصب همراهه، با تسلب همراه. حالا من میخوام اینو بگم، ما اگر هم اینطور بود، یعنی اگر این حقیقت داشت که هنر فقط نزد ایرانیان بود و بس، همه هنرها رو داشتیم ولی یک هنر نداشتیم و اونم هنر خود انتقادی، یعنی چی بودیم؟ خودپسند بودیم، خودشیفته بودیم، هیچ کدوم از هنرهامون پشیزی نمیارزید. ولی اگر هنر خود انتقادی داشته باشیم، اگر خودشیفتگی فرهنگی نداشته باشیم و بتونیم از فرهنگ‌های دیگه یاد بگیریم، به قول گوته بتونیم فرهنگ‌های دیگر رو در آغوش بگیریم، این جبران تمام هنرهای نداشتمون می‌کنه. یعنی اون چیزی که گفتم انسانو ناروادار می‌کنه همین حق به جانب بودنه. حق به جانب بودن عبارت دیگه و معنای دیگش چیه؟ یعنی خودشیفته بودن، خودپسند بودن. و خودشیفته بودن و خودپسند بودن ریشش چیه؟ بودا به ما میگه، سقراط به ما میگه، حافظ به ما میگه، همه خردمندان به ما میگه نادانی. نادانی، نادانی هم به معنای ندانستن نیستا. نادانی اینجا یعنی بیخردی. از قضا با سقراط میتونیم بگیم اینجا نادانی یا بیخردی یعنی اینکه نمیدانیم که نمیدانیم.
انسانهای مدعی، انسانهای حق به جانب، اینها مشکل دارن، اینها نمیدونن که نمیدونن، و بعد اون وقت چقدر جزمیت پیدا میکنن و میتونن به همه قضاوت کنن. پس حالا دوباره ما این مفهوم من به کار ببرم، بنا نیست که ما قضاوت نکنیم، من میتونم با خود انتقادی که ابتدا داشتم، چون قضاوت کردن قبل از خود انتقادی باید بهش سر تا پا تردید کرد. این یه مشکل ماست. بذارید باز من از این کلمات قصار استفاده می کنم، چون تمام اون معنا رو می بینیم به طور فشرده کپسولی تو یه جمله به ما می دن. یکی از دانشمندان و هنرمندان و هوشمندان تاریخ که کلمات قصارش رو فقط باید با طلا نوشت، میگه کاملا مخالف یک چیز بودن تقلید از اونه. کاملا مخالف یک چیز بودن تقلید از اون. خیلی این جمله تأمل برانگیزه. این جمله برای جامعه ما فوق‌العاده تأمل در بابش واجبه. چرا؟ چون روادار نیستی، چون لهو علیه میکنی، چون با ما و بر ما میکنی. در سیاست، در مذهب، نارواداری سیاسی و مذهبی. من در نشست قبل نارواداری مذهبی رو مثال زدم، حالا نارواداری سیاسی. چقدر آدم ها هستن که به تک تک افراد این جامعه از یک موضع بالا خطاب میکنن که یا شما باید به این نتیجه برسید که این وضعیت، این نمیدونم قانون اساسی، این شکل دیگه پایان ناپذیره، یا باید که این روش رادیکال این شکل رو برگزینید، یا باید در این جبهه‌ای که ما میگیم و به این نتیجه رسیدیم، شاید نتیجهشون هم کاملا درست باشه، مثلا من در رابطه با محتوا بحث نمی کنم، بحثم ساختاریه، یا باید به این نتیجه‌ای که ما رسیدیم رسیده باشید، یا شما با اون کسانی هستید که ما بهشون مثلا میگیم که اون جبهه مخالف و باطل. خب ببین ببخشید این جمله رو فقط بدم، این جمله رو وجود داره که اینو اگر که اینو تو اینجا بگی، چون چند بار اینو مطرح کردیم، این که با هم صحبت کردیم در مورد این که آیا با، چون این قسمت رو الان مطرح کردی دارم اینو میپرسم، آیا رواداری مثلا با داعش ممکن هست؟ الان این که در باب رواداری صحبت میکنی با هر کسی، همه میگن که آقا مثلا مگه میشه با داعش رواداری کرد و اینا، و رواداری یه چیزی هست که امکان ناپذیر هست با بعضی ها، و همین موجب میشه که فرض کن ما وارد جنگ ها بشیم. دقیقا. یه جمله از اون صحبت میخواستم نتیجه گیری کنم، بعدش حتما پرسش بجا و نیکوی تو رو علیرضا بهش میپردازم. خب حالا جمله لیشتنبرگ رو نقل قول کردم. اگر نگاه بکنیم این کسانی که این گونه مطلق گرایانه حکم میکنن، یا با ما یا بر ما، و میگن ما نسبت به این افراد، نسبت به این نهادها، نسبت به این وضعیت کاملا مخالفین، به نوعی اگر نگاه کنین اینها شاید محتوان مخالف باشن ولی ساختارن دارن تقلید میکنن. اینها خود انتقادی نمی کنن. اینها فقط هیجانی دارن چیکار میکنن، بدونی که اون اندیشه انتقادی و خود انتقادی رو داشته باشن، فقط میخوان رد بکنن، فقط میخوان مخالفت کنن، و از این حیث میتونیم بگیم دارن از همون منطقی که رد میکنن تبعیت میکنن و تقلید میکنن، چون خود انتقادی نکردن به اون چیزی که دارن انتقاد میکنن، خودشون آغشتن، خودشون کاملا چیان مبتلان، ولی خبر ندارن. در حالی که حالا من میتونم بگم مرز رواداری رو ما چجوری باید ترسیم کنیم. شاید شما بگید آیا رواداری مطلق داریم؟ آیا رواداری میتونه بی قید و شرط باشه؟ پس آیا اگر که ما رسیدیم به یک کسانی که خشونت عریان رو داشتن اعمال میکردن، آیا کسانی بودن که نارواداری رو در مقام عمل داشتن گسترش میدادن، پس اونها رو هم ما باید بهشون رواداری کنیم؟ خب من به یک معنا امروز میخوام بگم رواداری مرز داره، ولی مرزهاش رو خودش تعیین میکنه. هفته گذشته گفتم
ما رواداری رو هم برای چی میخوایم؟ زندگی مسالمت آمیز میخوایم، برای همزیستی بهتر میخوایم. میتونیم بگیم که اصلا همزیستی بهتر و زندگی مسالمت آمیز همون چیه؟ دیگر دوستیه. اما انگار این یک حقیقتی در این جهانه که روی هر ارزشی، روی هر آرمانی و روی هر حقیقتی اصرار کنی نتیجه عکس میده. رواداری هم میتونه اون جایی که به ضد خودش میخواد تبدیل بشه، خودش رو چیکار بکنه؟ محدود بکنه. خودش رو محدود کنه. ببینید اینو بعد از اینکه پاسخ سوال شما رو در رابطه با داعش دادم دوباره برش برمیگردیم. رواداری یکی دیگر از معانیش اینه پذیرش تفاوت‌ها، احترام به تفاوت‌ها، تفاوت‌ها رو به رسمیت بشناسیم. خب در توضیحی که خواهم داد این نکته‌ای که الان گفتم رو بیشتر باز می‌کنم که خود این اصل تفاوت باید حدی باشه و اجماعی باشه که همه بهش چیکار کنن؟ پایبند باشن و احترام بگذارن. اینجوری مشکل حل میشه. اما برگردیم به مثالی که شما زدید. این از ابتدا مطرح بوده. برخی گفتن رواداری یک ارزشی هست که همزمان ضروری است و همزمان محاله. پارادوکس داره. فراوان. از پوپر که نام بردیم این پارادوکس رواداری یا مدارا رو به یک معنا میگه که با دشمنان مدارا نمیشه مدارا کرد. این البته برمیگرده به مفهوم آزادی. بسیاری گفتن که برای دشمنان آزادی نمیشه آزادی قائل شد. آزادی قائل شدن برای دشمنان آزادی موجب از دست رفتن خود آزادی میشه. مارکوزه هم که از قضا در یک گفتگوی با پوپر داره که سالها پیش به فارسی ترجمه شده تحت عنوان انقلابی آزادی، انقلابی اصلاح، مارکوزه هم در اینجا انگار داره یک مشکلی رو به شیوه خودش و به نوبه خودش مثل پوپر میبینه. میگه رواداری محض باید مورد نقد قرار بگیره. نقد رواداری محض که مقاله او در یک کتاب تحت عنوان نقد تساهل محض منتشر شده. الان میخوام اینو بگیم اگر با گروه هایی مثل داعش رواداری کنیم آیا به رواداری و پایبند بودیم یا اینجا اقتضای رواداری با همون مرزی که گفتم که از خود رواداری میاد، از اون حدی که از خود رواداری میاد اینه که در برابر اون باید ناروادار باشه. خب اینجا بحث‌های خیلی پیچیده‌ای مطرح میشه. ما باید در برابر اون به یک معنا روادار نباشیم، اما در مقام نظر و در مقام عمل با هم متفاوته. اگر کسی هست که برای نارواداری واقعا ادبیاتی رو تولید میکنه، سخنی رو میگه، اندیشه‌ای رو میگه، من پیشتر گفتم ما دو تا چهار تا رو هم نباید بگیم که گوشمون رو کر کردیم و نمیخوایم دربارش مخالفت بشنویم تا اونجایی که در مقام اندیشه است. البته اینجا باز مرزهای خیلی ظریفی. اگر داشتن تهییج میکردن، داشتن تشویق میکردن، داشتن افراد نابالغ رو تحت تأثیر قرار میدادن و مسائلی مثل این، دیگه انگار مقام نظر اینجا مرزهاش کم کم میاد در مقام عمل. در مقام عمل اونجایی که اونها بازو و باروت دارن، ببینید دیگه نه اونجایی که قلم دارن، اونجایی که وارد شدن دارن خشونت عریان رو اعمال میکنن، اون موقع رواداران میتونیم بگیم مثل گاندی برای عدم خشونت فکر میکنن. گاندی میگفت عدم خشونت از اون ارزش‌هاییه که نمیشه براش کسی رو کشت ولی میشه براش جان داد. این خیلی مهمه. اونجایی که نارواداران شروع کردن و دارن خشونت میورزن و اعمال نارواداری میکنن، ستیز جویی میکنن، دیگر ستیزی میکنن، اونجا باید چیکار کرد؟ بله، ولی این مرزهای ظریف
رو من دوست دارم برگردونم به ریشه هاش. آیا در اون موقعیتی که ما میخوایم با داعش مواجه بشیم و از رواداری دفاع کنیم، نباید همزمان خودمون رو انتقاد کنیم و خود انتقادی کنیم که چرا در جهان ما داعش وجود داره؟ من به عنوان یک انسان باید خودم رو از داعش جدا ببینم؟ اگرچه من باید اون رو باز بدارم در مقام عمل اجالتاً، ولی همزمان باید خودم رو همون داعشی بدونم. ببینید وقتی میگیم بنی آدم اعضای یک دیگرن، این به این معنا نیست که وقتی یکیمون افتخار پیدا کرد هممون مبتهج بشیم، هممون افتخار بکنیم. اگر این کارو میکنیم به همون اندازه بلکه بیشتر، وقتی یک انسان در یک جامعه و بذارید بگم در کل جهان بر روی صندلی اتهام مینشینه که گناهی رو مرتکب شده، نارواداری انجام شده، تک تک انسان ها باید خودشون رو جای اون ببینن، خودشون رو ببرن زیر سوال. این همون اندیشه داستایوفسکیه که میگه هیچ کس نمیتونه مجرمی رو قضاوت کنه مگر اینکه پیشتر خودش رو به عنوان یک مجرم بزرگتر و اینکه احیانا در اون جرم شریک بوده قضاوت کنه. من در این جهان آیا به تکلیف خودم انجام دادم؟ آیا به اندازه کافی روشنگری کردم؟ اون کسی که به جبهه داعش پیوسته سرنوشت چقدر براش فرصت دانایی و خردورزی و اندیشه انتقادی داده و به من چقدر داده؟ و من متناسب به اون امکانات و هدیه هایی که هستی به من داده آیا روشنگری کردم که یک نفر الان تو صفحه داعش کمتر باشه؟ اگر داعشی هست تک تک انسان ها باید بدونن که در بودن اون سهیم هستن. و بذارم و بذارید بگم همون جهان مترقی، همون جهانی که داعش و دشمن خودش میدونه، همون جامعه غربی که ارزش رواداری از خردمندان و فیلسوفان و هنرمندان اون بر اومده ولی در حال حاضر بسیار از ارزش های خودش فاصله گرفته. اگر جهان اسلام رو به بنیادگرایی آورده، اریک فروم به ما یاد میده که غربی ها باید خودشون رو مسئول بدونن. بذارید باز یک جمله طلایی از اریک فروم بگم. تروریسم خلاقیت انسان های مستأصل است. شاهکاره. تروریسم خلاقیت انسان های مستأصل است. شاید اون رهبران داعش مصداق این باشند که زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش. شاید اونها اصلا توی قاچاق مواد مخدرن، اونها ذره اعتقاد به اون چیزی که میگیم اسلام نداشته باشند. شواهدی انگار بر این هست، شواهدی بر این هست که اونها اصلا به اسلام باور ندارن، ولی میان به سطوح پایین تر. چرا از همون جهان غرب جذب داعش میشن؟ تک تک همون انسانهای اروپایی که خودشون رو مترقی میدونن، تک تک ماها باید بگیم آیا اونها رو به استیصال وا نداشتیم؟ استیصال یعنی چی؟ اقسام مختلف استیصال. یکی از استیصالهایی که ما دیگری رو وا میداریم همون حق به جانب بودن خودمونه. هرگز برای دیگری حق قائل نیستیم. بسیاری امروزه میگن خود سکولاریسم به اندازه کافی روادار نیست چون تک صدایی ایجاد میکنه. سکولاریسم همه صداها رو به یک میزان مجال ظهور نمیده، صداهای دینی رو خاموش میکنه. خب همین دنیای غرب چقدر از لسینگ فاصله گرفته. اون داستان روزنامه شارل هبدو که اتفاق افتاد، واقعا حرفایی میزدن در دفاع از کارهاشون. ببین به هیچ وجه کارهایی که اون خشونتگرایان کردن قابل توجیه نیست، ولی مسئله اینه که تا حدی قابل فهمه. در تقابل چی میگفتن؟ میگفتن ما باید آزادی بیان، آزادی تمسخر و آزادی توهین داشته باشیم. خب وقتی که درک از آزادی اینقدر کوتاه شده، اینقدر حقیر است
بدون اینکه شرم بکنن میگن ما آزادی توهین میخوایم داشته باشیم. این یعنی رواداری؟ این یعنی دیگر دوستی؟ از سقراط تا کانت تا ایدالیست های بعد از اون ما آموختیم ما فقط وقتی آزادیم که خوب رو انتخاب میکنیم، خیر رو و ضروری رو انتخاب میکنیم. البته شاید الان یه کسی بگه خیر رو کی تعیین میکنه؟ خیر رو خودت تعیین کن، هیچ کس لازم نیستش به جای تو تعیین کنه. مغزت رو به کار بگیر، خودت بیاندیش، خیر رو تعیین کن. یک ایده جهت دهنده است. ببین آیا این کاری که میکنی اصلاح دیگریه؟ وقتی که تو میای اون کاریکاتور پیامبر اسلام رو میکشی، این اصلاح جهان ناروا داره؟ یا بدتر تو اونو مستأصلش میکنی؟ چرا؟ ببینید یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در باب رواداری داریم همین خطای زمان پریشیه. خطای زمان پریشی یکیش اینه که با نظر به پرسش هایی که دوستان داشتم، برخی میگن تو از مولانا شاهد مثال میاری، مولانا خودش داره به جهودها و یهودی ها توهین میکنه، عبارت هایی که به کار میبره عبارت های نارواداره. خیلی برای من عجیبه. ببینید درسته رواداری در این معنای خاصش در دوره مدرن در عصر روشنگری با ولتر، با جان سوارت میل شکل گرفته، با مونتسکیو شکل گرفته، با جان لاک قبل از همه اینها. اما دوستان عزیز یه بار رفتید متن اینا رو بخونید، باور کنید اگر که با این معیارهای شما بخوایم نگاه کنیم، جان لاک که پدر رواداری در دنیای مدرنه، 5 جا میگه میشه ناروادار باشیم، با بیدینان میگه با ملحدها باید ناروادار باشیم، بعدا همینو ما نزد ولتر هم میبینیم گفته شده. ضربه‌ای که ولتر به مسیحیت زد هیچ کس نزده، ولی همون ولتر میگه کسانی که بیدین هستن نمیشه بهشون روادار بود، چون چیزی برای قسم خوردن و سوگند خوردن ندارن، نمیشه بهشون اعتماد کرد. خب این الان کاملا برای ما ناموجه بودنش انگار مشخصه خیلی، ولی تو ظرف زمانی خودش چی؟ ببینید وقتی که ما با معیارهای امروز قضاوت میکنیم کدوم فرهنگ رواداره؟ هیچ کدوم. ولی اگر هر فرهنگی رو اونچنان که هردر میگه با معیارهای تاریخی خودش نگاه کنیم، میبینیم که نمیشه حکم مطلق کرد. اگر مولانا نبود، اگر مولانا نبود که به قول خودش میگه هین بگو ناطقه جو میکند تا به قرن بعد ما آبی رسد، اگر این مولانا و این حافظ جونی نمیکندند، به قول خودش اگر از بعد از صنایع و عطار این شعله دست به دست نمیشد، این آب و آتش خرد و مهر به دست ما نمی رسید، هر کدوم مایی که اینجا نشستیم، اول از همه خود من، در صف داعش بودیم، در صف طالبان بودیم، بعد الان با معیارهای امروز برگشتیم میگیم مولانا نارواداره. اون مولانایی که میگه در دست ندارم سنگ من، بر کس نگیرم تنگ من، با کس ندارم جنگ من، زیرا خوشم چون گلستان. اگر حافظ و مولانا نبودن که ما خیلی راحت میگیم چرا نرفتن وسط میدون بجنگن با مغول ها یا نمیدونم چی کار کنن، اینها بودن که همین خرد روادار رو به ما رسوندن. منتها روادار نه در این معنای از خاص کلمش و مدرنش، اونها محدودیت های خودشون رو داشتن. حالا ببینید وقتی که ما به جهان اسلام اینگونه نگاه نمی کنیم، غرب به اسلام چگونه نگاه میکنه؟ یادش رفته که خودش 1000 سال قرون وسطا داشته و اگر درش رنسانسی اتفاق افتاد تحت تأثیر دانشمندان و خردمندان جهان عرب و اسلام بوده. خب تو 600 سال قبل از ما این تجربه تاریخی تو شروع کردی، تو باید به ما اجازه بدی، به جهان اسلام اجازه بدی که اینها هم متناسب با فرهنگ خودشون و سنت خودشون تجربه داشته باشن. تو میخوای همون معیارها و موازینی که خودت داری که میگی خب ما کاریکاتور همه رو میکشیم، تو اینجا دیگری رو اصلا بهش اعتنا نمی کنی. ببینی این استیصالی که میگم اینه، حالا میتونه در بعد نظری باشه، تو اصلا برای دیگری حق قائل نیستی، به خاطر اینکه مثلا میگی گفته جهاد، گفته که امر به معروف و نهی از منکر. خب از همه اینها تعابیر مختلفی وجود داره. مگه مسیح خود شما نمی گفتش که من برای صلح نیامدم، من برای شمشیر آمدم، من آمدم پدر را با پسر، دختر را با مادر، عروس را با مادر شوهر به جنگ بیاندازم. خب اینا بدفهمی شد.
همینا دستمایه جنگ صلیبی و هزاران جنگ میان کاتولیک ها و پروتستان ها شد. ولی بعد شما فهمید که اصلا باید زبان دین و جور دیگری فهمید. ما باید بگیم دینداری ها داریم. خب اگر اینطوری هست چرا اینو به دیگری روانه میداری؟ این استیصال در مقام نظر و استیصال در مقام عمل. الان این دور باطل خون و خشونت که افتاده، خون به خون شستن محال در میان فلسطین و اسرائیل، خب آیا یکی از شماهایی که به این فلسطینی ها میگید تروریست و خشونتگرا، نمیگید که ما اینها رو مستأصل کردیم حتی در نیازهای بیولوژیکش؟ چند روز شما میتونید در یکی از اون زاهی ها زندگی کنید، در یکی از اون ساختمون های 10 طبقه و 20 طبقه و برق نداشته باشید؟ برق شما رو بزنن، فقط این تجربه رو داشته باشید، بقیه خشونتاش هیچ. چند روز شما در این شرایط در دنیای امروز بدون برق زندگی کنید، مستأصل نمیشید؟ این پدر مادر میتونه بچه خودش رو روادار تربیت کنه؟ خب ببینید، ما با معیارهایی که اصلا متناسب نیست با دوره تاریخی، من الان میگم این خطای زمان پریشانه است که ما بگیم که مولانا روادار یا روادار نیست، اسلام یا مسیحیت روادار یا روادار نیست. مهم این ضرورتیه که الان وجود اومده. این مؤمنین هستن، این دینداران هستن و این بیدینان هستن که باید خودشونو با این ایده ها تطبیق بدن. و این وظیفه نیستش که ما بگیم این دین در ذات خودش، این دین در ذات خودش روادار یا روادار نیست. ما باید امروز به نوعی همون جوری که مسیح گفتش، دین برای انسانه نه انسان برای دین، باید اون رو بیاریم. اگر یک رواداری یک ارزش برینه، اگر رواداری یک ضرورتی است برای دنیای امروز، بتونیم یک خانش متناسبی ازش داشته باشیم. مسعود، الان با این صحبت که کردی در مورد خطای روان در واقع زمان، در واقع ما میتونیم بگیم ما رواد همونطوری که ما دینداری ها داریم، ما رواداری های متفاوتی هم داریم. یعنی فاصله رواداری یک ممکنه که الان فرهنگی کشوری در قرن 14 داره به سر میبره، فرهنگ و کشوری دیگری در قرن 18، کسی در قرن 22. دقیقاً. ببین، این میزان رواداری اینا، یعنی این کنتراست رواداری که میان این فرهنگ ها هست، این کنش و واکنش رو داره به وجود میاره. ولی از سوی این میزان رواداری با میزان توسعه یافتگی هم میبینیم یه همبستگی هایی داره، یا اینکه با میزان آزادی، یعنی با عوامل دیگری در فرهنگ، در جامعه، در اقتصاد، در تمدن، در سیاست، با اینا همبستگی داره. دقیقا. ولی در واقع نمیشه از کل جهان هم خواست که با هم دیگه به یک میزان و در یک زمینه روادار باشن. یعنی کسی در چیز دیگری روادار است و کسی در چیز دیگری، و این درک این تفاوت ها هست که الان در امروز جهان میبینیم مسئله رو داره هر روز پیچیده میکنه. ولی در واقع راهی هم جز درک تفاوت ها و رواداری برای بالا بردن رواداری وجود ندارد. یعنی همون تضاد و پارادوکسی که تو داری میگی در هر دوی اینها هست، که چگونه میتوان. داعش یه مثال خیلی اکستریمی از نارواداری هست، ولی ما نارواداری های کمتری هم داریم که ممکنه داعشی نباشن، ولی یک درصدی از نارواداری رو دارن که حالا اینها در درصدهای متغیر با اینهایی که یک خاکستری هایی هستن، یک رواداری های میانه‌ای دارن، با اینها روادارانه چه میشه کرد، یا برای بالا رفتن رواداری اینها چه میشه کرد؟ دقیقا. علیرضا عزیز، چند دقیقه وقت داریم؟ چون من فکر میکنم 3 تا نکته رو میخوام بگم و اصلا گذاشته بودیم 5 دقیقه. خب ببین، یه نکته در جنبندی بحثای قبل، چون که شما خطای روان پریشانه زمان داریم مسعود. آره، چون شما اون مقاله رو یاد کردی، در یه مقاله دیگه از اسلام حقیقت و اسلام هویت صحبت شده، و اسلام حقیقت بر اسلام هویت چی شده؟ برکشیده شده و ترجیح داده شده. من اینجا سخنم را اگه بخوام جمع بندی کنم، اسلام حقیقت هم
در یک قدم بعدی به اسلام هویت خواهد لغزید. ما باید از اسلام محبت، اسلام مودت صحبت کنیم که رواداره. یکی هم در رابطه با اون رواداری ها که صحبت کردی، من خیلی تو صحبت هام جملاتی با این ساختار دارم که دین نداریم، دین ها داریم، عقل نداریم، عقل ها داریم. هفته قبلم گفتم اگر من بمیرم و فقط همین باقی بمونه از من، که حتی به شوخی هم بگن فلسفه اون فلسفه ها بود، من میتونم بگم سهم کوچکی نسبت به رواداری ادا کردم. این ها میدونید یعنی چی؟ یعنی پلورالیسم معرفتی و ارزشی. یعنی ما درباره حقیقت هیچ وقت نمیتونیم یک چشمانداز یکه و یگانه‌ای داشته باشیم، بلکه همیشه ما درباره اون باید یک تکثرگرایی رو به رسمیت بشناسیم. به خاطر این انسانی روا داره که درباره هر موضوعی که خواست صحبت کنه اول بگه که چی؟ کدوم گونش؟ کدوم شکلش؟ دین؟ نه، دینها داریم. البته جامعه ما که خود انتقادی نداره معمولا اینو چیکار میکنه؟ به دیگری نسبت میده. خیلی میخواد زود بگه که تو اگر گفتی که رواداری کدوم رواداری، تو اگر گفتی کدوم دین کدوم دین. من اینجا بذارید به شوخی بگم، ما دوست داریم از ها زود هو بسازیم، از من زود هو او بسازیم. این ها رو به خودمون بگیم. هر وقت که خواستیم درباره یه چیزی حرف بزنیم بگیم این ها داره. امروزه کتاب می نویسن در رابطه با مارکسیزم، نه مارکسیست، مارکسیسم. ها داریم، این ها داریم. سوال دیگری هم شما گفتی، بذارید از ارسطو هم یاد کنم که اینکه ما مراتب رواداری داریم. ارسطو ببینید وقتی که میخواد قوانین اساسی دولت شهرها رو بنویسه، قائل هستش که ما باید یک نظمی داشته باشیم منعطف. میگه خطکش باید داشته باشیم برای جوامع مختلف، ولی خطکش ما باید یه خطکش پارچه‌ای باشه، مثل اینکه بناها دارن، مثل اینکه معمارها دارن. این هم به نظرم خیلی جالبه. و بذارید در آخر سر از مونتنی نقل قول کنم، اگرچه لاک، اگرچه گفتم جان سوارد میل در اینها همه نارواداری هایی داشتن، ولی مونتنی در این جمله اون فرمولی که میتونه پارادوکس رواداری رو حل کنه گفته: بربریتی نمیبینم. تا اینجاش فکر میکنیم که رواداری مطلقه، ولی بعدش ادامه میده: بربریتی نمیبینم الا اینکه هر کسی چیزی که مطابق آداب و رسوم خودش نباشه بربریت بدونه. ببینید این همینه، به تفاوتها احترام میذاریم. رواداری یعنی به رسمیت شناختن تفاوتها. کی اینجا مستثنا میشه؟ کسی که در مقام عمل مبادرت می‌ورزه به تخطئه دیگری و تفاوت‌ها رو به رسمیت نمی‌شناسه. به خاطر این وقتی مونتنی خودش می‌خواد حرف بزنه میگه دوستان من، اینها عقاید و باورهای من هستند به مثابه اون چیزی که من اونها رو پذیرفتم، نه به مثابه اون چیزی که باید پذیرفت. رواداری یعنی از باید شاید بسازیم. ببینید از باید و شاید. فرهنگ ناروادار همیشه ناخودآگاه انگار یه باید در سر همه جمله هاش هست. مونتنی، بعدن ولتر، بعدن خانم ویرجینیا وولف با تعابیر مختلف گفتن اگر به ما یه لغتنامه بدید و بگید که معشوقه تو در میان واژه ها کدومه، ما واژه شاید رو انتخاب میکنیم. نقل به مضمون از هر سه. ببینید انسان روادار یعنی همین، انسانی که شاید رو بر باید ترجیح میده و اندیشه های خودش رو به مثابه پیشنهاد هدایت هدیه میده و نه به مثابه یک نهاد. پیشنهاد و پیشنهاد همیشه میشه رد بشه. و این دوباره تاکید بر اینه که رواداری به این معنا نیست که ما قضاوت نمی کنیم. قضاوت می کنیم، ولی اول خودمون و بعد که خواستیم دیگری رو قضاوت کنیم، قضاوت رو به مثابه پیشنهاد میدیم. فرهنگ رواداری فرهنگ دوستیه. دوستان از شیوه میتونن همدیگر رو فرا ببرن. خیلی ممنونم ازت که اینا رو گفتی. واقعا واقعا ممنونم ازت عمیقا.